با سلام به شما عزیزان در ایران و هر کجای دیگر جهان که در این ساعت به تماشای برنامه تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید. جمشید چالنگی هستم از واشنگتن، در ساعت پیش رو همراه شما عزیزان خواهم. و چون همیشه در تفسیر خبر مرور می‌کنیم مهمترین خبرها و رویدادهای داخلی ایران و آنچه را که در عرصه منطقه و نیز عرصه بین المللی در ارتباط با ایران و مردم ایران می گذرد. در ایران واکنش ها در درون حکومت، در درون حکومت ولایت فقیه در برابر آنچه که محمد جواد ظریف وزیر خارجه دولت حجت الاسلام روحانی درباره جزیره ابو موسی گفته است ادامه دارد. در کنفرانس سران شش کشور شورای همکاری خلیج فارس در کویت در ارتباط با ایران و بحران سوریه چه گذشت؟ در آمریکا وزارت بازرگانی این کشور بیش از 10 شرکت دیگر را در ارتباط با دور زدن تحریم ها علیه برنامه اتمی ایران جزو لیست تحریم ها قرار داد. این در حالی است که پیش بینی می شود کنگره آمریکا علی‌رغم توصیه های کاخ سفید تحریم های جدیدی را علیه برنامه اتمی جمهوری اسلامی به اجرا بگذارد. در عرصه داخلی نقض حقوق بشر به گفته نهادهای بین المللی همچنان ادامه دارد. همزمان با بحرانی بودن وضعیت جسمانی حسین رونقی زندانی سیاسی، هوتن دولتی زندانی سیاسی دیگر اعتصاب غذای خود را همچنان ادامه می دهد. با شما خواهیم بود تا لحظاتی دیگر همراه با میهمان نیم ساعت نخست تفسیر خبر آقای دکتر رضا تقی‌زاده، کارشناس اقتصاد و امور بین الملل در انگلستان. تا لحظات دیگر. آقای دکتر رضا تقی‌زاده سلام به شما. سلام به شما آقای چالنگی، سلام به بینندگان شما، خوشحال از حضور دوباره در برنامه شما. آقای تقی‌زاده باعث سرفرازی ماست و خوشحالی ما و بینندگان. آقای تقی‌زاده عزیز، در روزهای اخیر میبینیم سیر واکنش ها در برابر اون چی که وزیر خارجه دولت روحانی گفته درباره جزیره ابو موسی، اعلام آمادگی تلویحاً برای مذاکره در مورد ابو موسی با امارات، واکنش های زیادی میبینیم. این یک موضوع. دوم این که در برابر اونچه که آقای خامنه ای، آیت الله خامنه ای و حسن روحانی پیشتر گفته بودن که سپاه نباید در سیاست دخالت بکنه یا توصیه کرده بودن که دخالت نکنه، باز هم واکنش هایی میبینیم از فرمانده سپاه آقای جعفری تا بسیج نقدی، محمد رضا نقدی. این اختلافات، این برخوردها رو در مجموع شما چطور تفسیر و تعبیر؟ اجازه بدید آقای چالنگی اول بپردازیم به موضوع اولی که مطرح کردید، مسئله اظهار نظر آقای ظریف در مورد گفتگو پیرامون جزایر سگانه که او با نام از جزیره ابو موسی یاد کرد در پایان دیدارش از کویت و پیش از انجام کنفرانس دو روزه سران کشورهای شورای همکاری خلیج فارس که در همون شهر یعنی کویت برگزار شد. نکته‌ای که آقای ظریف عنوان کرد این بود که ما آماده مذاکره پیرامون جزیره ابو موسی هستیم، ولی گفته آقای ظریف به همین حد محدود نشد. گزارش‌های دیگری در حاشیه این اظهارات منتشر شد و اظهار نظرهای صورت گرفت که تقویت می‌کرد حرکات پنهانی و اعلام نشده و انتشار نیافته‌ای را از طرف جمهوری اسلامی و اون رو به نوعی در ارتباط با توافقهای اتمی اخیر ایران و گروه 5+1 هم مربوط میکرد. تا اونجایی که به جزیره ابو موسی مطرح میشه، همونطور که شما به خوبی میدونید،
جزیره ابو موسا در سال 71 همراه دو جزیره دیگر توم و توم بزرگ و توم کوچک تقریبا حدود 48 ساعت پیش از اعلام استقلال امارات به ایران دوباره برگشت و نیروهای نظامی ایران در این جزایر مستقر شدند و حاکمیت ایران رو مورد تاکید دوباره قرار دادن. در ظاهر قضیه و در باطن کشوری که هنوز موجودیت خارجی نداره نمیتونه بعد از اعلام موجودیت نسبت به حدودی که مدعی داشتن اون هست ادعاهاش رو مطرح بکنه، ولی به هر حال با توجه به سوابق نوعی از همکاری و شنوایی در مورد جزیره ابو موسا به خصوص نزد ایران وجود داشت و این رو ایران به صورت یک دستمزد سالانه به امیر شارجه در حد 1 میلیون دلار می‌پرداخت. ولی حالا صحبت پیرامون مالکیت جزیره، حاکمیت جزیره، در عمل صحبت کردن پیرامون حدود ملی ایرانه که البته جمهوری اسلامی بایستی از انصاف نگذشت در طول 3-4 سال گذشته کمتر نشانه هایی برای چشم‌پوشی از حدود ملی ایران داده نشون داده و جنگ 8 ساله یکی از نمونهای اونها هست و البته اعمال خشونت در پاره ای از استانهای مرزی ایران که در بعضی از اونها شاید تمایلات جدایی طلبی هم وجود داشته، ولی هیچ کدوم از این اقدامات نمیتونه حرف وزیر خارجه جمهوری اسلامی رو توجیه بکنه که به این نحو ما آماده گفتگو پیرامون جزیره ابو موسا با امارات هستیم. همزمان با این گفتگوها ایران در حدود 10 فروند هواپیمای نظامی از نوع سوخوی 25 در این جزیره مستقر کرده بود که به هر حال نماد حضور نظامی و آمادگی دفاعی ایران برای دفاع از حدود آبها و حدود مرزی خودش بود. ولی گفته میشه که این هواپیماها هم همزمان با اظهاراتی که آقای ظریف کرده از ابو موسا به بندر عباس نقل انتقال کردن. موضوع تا اینجا هم باز تمام نمیشه. یکی از مراکز علمی تحقیقاتی استراتژیک در امارات از زبان رئیسش مطرح کرده که ایران اعلام آمادگی کرده برای پذیرفتن دعاوی. این که ما میگیم دعاوی ماست ولی اونها به عنوان حق ازش یاد میکنن، حق امارات بر جزیره ابو موسا، که این در هر حال رفتن به روی خط قرمزهایی است که دیگه متعلق به جمهوری اسلامی به عنوان یک حاکمیت سیاسی نیست، متعلق به مردم ایران. خب ببینید، این اظهار نظرها یا این تمایلات یا تأکیدهای امارات، 6 کشور عرب شورای همکاری خلیج فارس، بر ادعای مالکیت بر 3 جزیره که اسم بردیم، اینها یه بخشش ناشی از سیاست‌های بیش از 30 ساله جمهوری اسلامی نیست؟ می‌بینیم از طرفی دستی در عراق داره، در سوریه داره، در بحرین داره، تحریکاتی در کویت داشته و همینطور در عربستان، در فصل حج، در لبنان و همه اینها. آیا اینها تحریک کننده نیست که کشورهای اونور خلیج فارس هم چون این ادعاهایی رو مطرح کنه؟ منظور من ناشی از چی هست این تنش یا این ادعاها بیشتر از کجا میاد؟ نکته با اهمیت و حساسی را آقای چارلنگی شما مورد اشاره قرار دادید. مسئله این است که جمهوری اسلامی در طول 34 سال گذشته اون چه که در زبان انگلیسی به عنوان غیر متغیرها یا استاتیک‌های حدود ملی ایران، امنیت ملی ایران هست، تا حدودی در مناطق خاص فراموش کردند و اون چی که مورد توجه اونها بیشتر قرار گرفته متغیرها یا داینامیک ها بوده و توجه بیشتر پرداختن به این موارد، من جمله نکاتی که شما به اون اشاره کردید، حضور غیر لازم در سوریه، حضور غیر متعارفی در لبنان، مداخلات در عراق و افغانستان، که در مجموع نه اینکه به ایران بضاعت بیشتری داده، ایران رو به علت گسترده تر کردن امکاناتش در مناطق حساس و حیاتیش محدودتر و آسیب‌پذیرتر کرده، من جمله حدود ایران در خلیج فارس که در صورت متمرکز کردن بضاعت‌های طبیعی ایران میتونست به مراتب دفاع پذیرتر باشه. به این علت میبینیم در طول بخصوص در سال گذشته امارات به عنوان مدعی حدود ملی ایران زبانی بلندتر داشته و این از حالت حتی ادعا خارج شده، شکل تعرض هم پیدا کرده و این نقطه ضعف هایی است که جمهوری اسلامی با نداشتن یک مطالعه راهبردی و در نظر گرفتن مصالح و منافع ملی ایران باعث ایجاد اون شده و طبیعتاً ممکن است در شرایط خاص مردم زیان‌های اون رو هم تحمل بکنن. من جمله
اشغال احتمالی این جزایر در صورتی که ایران در مظان هجوم نظامی خارجی قرار بگیره. بله. خب یادمون نمیره که این تخم لغ رو در دهان امارات و بقیه مدعیان مالکیت این سه جزیره و حتی خلیج فارس در همون اوایل پس از انقلاب صادق خلخالی شد، در سفری که به اونجا به منطقه رفته بود و گفت این خلیج از این به بعد باید بگیم خلیج اسلامی. خاطرتون هست قطعا؟ حتما. و این درست شبیه صحبت هایی است که از زبان حاج میرزا آقاسی در مورد شور بودن آبهای دریای خزر مطرح شد و ارزش علمیش به قول ایشون علمی در همین حد بود. البته ایشون به ناگاهی خودش بعداً پی برد و این هر پس گرفته شد، ولی به هر حال آبی سیخته از سبویی شکسته از جمهوری اسلامی این به این سمت حرکت کرد و حتی مدعی دکتر بودن آقای احمدی نژاد زیر پرچم نشست که عنوان کشورهای عربی خلیج فارس کاملا به چشم میخورد، ضمن اینکه تعریف‌های متفاوتی از مفهوم این اسم بعداً هم در ایران هم در کشورهای عربی مطرح شد. ولی به هر حال این آقای احمدی نژاد بود نظیر بقیه رؤسای دولت در جمهوری اسلامی که به سمت امارات، به سمت خواسته های اونها، برای جلب دوستی اونها در نشون دادن واکنش پیش قدم بودن، در حالی که پیش از انقلاب این امارات و کشورهای عربی بودند که به سمت ایران حرکت میکردن و به علت قدرتی که در ایران نهفته بود این پیشگامی رو اونها برای جلب رضایت ایران داشتن، چیزی که حالا وارونه شده. آقای تقی‌زاده، دو خبر همزمان منتشر شده امروز. یکی از این خبرهاست این که رئیس اتاق بازرگانی ایران اسدالله عسکرولادی مسلمان، ایشون گفته که پولی که ایران داشته در بابت نفت در چین، گفته این بلوکه نشد. قرار من برای بینندگان میگم، مطمئنم شما در جریان خبرها هستید به طور قطع، این پول بلوکه نشده، نخه قرار شده چینی‌ها در برابرش کالا برای ما بفرستن. این حرف زیاد جدیدی هم نیست، از قبل هم اشارات شده بود. خبر دوم رو که خود به اصطلاح منابع چینی منتشر کردن این هستش که چین قراره که فروشگاه‌های زنجیره‌ای در ایران بسازه یا همینایی که هست فعال کنه در کنار فروشگاه‌های جدید، یعنی هم کالا رو صادر می‌کنه هم بازار فروشش رو در ایران هم دستی خواهد داشت، دست محکم و خیلی فعال. ظاهرا روس‌ها آمده بودن، چینی‌ها هم می‌آیند. این داره به کجا میره اقتصاد ما؟ حال همزمان هم آقای لاریجانی، یکی از این لاریجانی‌ها که کرسی ریاست مجلس رو داره، ایشون هم گفته که وجود عسکرولادی‌ها برای ما از نفت هم حتی مؤثرتره. آقای چارلنگی، این استدلال درست شبیه استدلال یکی از مسئولین سپاه است که دفاع از سوریه رو مقدم بر دفاع از خوزستان معرفی کرده. جمهوری اسلامی برای بقا، برای توجیه اشتباهات و غلط‌ها و غلطکاری‌ها به هر وسیله مستمسک میشه و اینها برایشون شاید حریم و آبروی سیاسی اصلا مطرح نیست. اون چی که میگی در همین خطه. مفهوم دارایی که یک کشور در یک کشور خارجی دیگر داره و قادر به استفاده از اون نیست و دسترسی به اون قطع شده چی میتونه باشه؟ حالا اسم اون رو بذارید مصادره، بذارید بلوکه کردن، بذارید عدم دسترسی. واقعیت این است که همونطور که شما گفتید ایران به این دارایی ها دسترسی مستقیم نداره و در بهترین شرایط چینی ها با پول ملی خودشون این دارایی رو در داخل ایران تبدیل به سرمایه گذاری میکنن و وابستگی در تاوال برای کالاهای مصرفی صادراتی چین بود، ادامه خدمات و ادامه فروش از طریق ایجاد این فروشگاه های زنجیره‌ای مستدام میشه. البته قبول بکنیم که ظرفیت و بضاعت واردات ایران به مراتب کاهش پیدا کرده و چینی ها هم به این بازار به عنوان بازار یک بار مصرف نگاه میکنن، ولی دروی آنچه که در سخنان آقای عسکرولادی بود، رئیس اتاق بازرگانی ایران، کاملا خواندنش آشکاره. سیاستی که نه تنها چین بلکه هندی‌ها هم در مقابل ایران در پیش می‌گیرند. یک نهادی مثل سپاه پاسداران، مثل اصولگرایان منتظرن تا ببینن دولتی که حالا مدعی کارهای معجزه آسا هست از پا بیفته و بعد کنترل مسائل رو به اون ترتیب که خودشون میخوان به دست بگیرن. در این سمت
خبرهایی منتشر میکنن که گاهی واقعیت ها هست، واقعیت هایی که ما از زمان مسئولین دیگه نمیشنویم. همزمان با اینکه آقای عسکرالهادی اعلام میکنه دارایی های ما در چین بلوکه نشده بلکه دسترسی ما به اونها قطع شده، در خبرگزاری سایت خبرگزاری فارس میبینیم که مینویسن هندی ها دارایی های بلوکه شده ایران رو به دلار به ایران نمی پردازن و هنوز حتی آماده ای انتقال اونها نیستن، که این واقعیت داره و هندی ها آماده این نقل و انتقال نیستن. به هر حال این دارایی هایی است که دارایی های ملی ایرانه، یعنی نفت ثروت ناپایداری که صادر شده بابت خرید کالاهای سرمایه‌ای، بابت سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال، بابت سرمایه‌گذاری به نفعی که به نحوی که نسل‌های بعد بتونن از اون استفاده بکنن، این دارایی رو به خارج منتقل کردن. حالا این دارایی به جای تبدیل شدن به کالاهای سرمایه‌زا و سرمایه‌ای، تبدیل شده به پولهای محلی کشورهای نظیر هند و چین که اونها حتی نسبت به نحوه انتقال اون هم با ایران چانه‌زنی میکنن که چه نوع کالای ملی خودشونو به بازار مصرفی ایران بفروشن، که این واقعیت دردناک اقتصاد امروز ایران. خوش حداقل بخشی از این اجناسی که میفرستادن فیلم های هندی میبود. حداقل مردم تماشایی میکردن. برگردیم به همون صحبت میبخشید نخست واکنش ها در برابر ظریف. از جمله محمد جواد ظریف این حرف رو هم زده بود، اشاره به موضوعی شاید واقعیت یا غیر واقعیت هر چی که هست، گفت که آمریکا میتونه در فرصت کمی تاسیسات نظامی ما رو، سیستم های دفاعی ما رو نابود کنه. این حرف با واکنش های زیادی روبرو شد. آقای نقدی فرمانده بسیج که اساسا گفته که اگر میخوان اطلاعات نظامی داشته باشن آمریکایی بیان از ما بپرسن، و ما سلاح‌هایی داریم که آمریکا که هیچی کسی دیگه هم نمیدونه چی هست. عرصه بین المللی، عرصه سیاست هم میشه بلوفای چنین زد؟ آقای چالنگی، اظهارات آقای نقدی به نوعی شبیه اظهارات فتح‌علی‌شا در مورد در کردن اون توپیست که دودش حوالی محل شلیک رو گرفته بود. این دود آقای نقدی و چشمهای او رو نسبت به دیدن واقعیات تا حدی ضعیف کرده. اون چی که در دنیای خارج منتشر میشه، مراکز اطلاعاتی، مراکز تحقیقات نظامی، نشون میده که واقعا بضاعت نظامی امروز ایران چقدر هست. یک نیروی هوایی با عمر بیشتر از 40 سال و این قدمت و پیری در مورد نیروی دریایی و بقیه نیروهای دیگر جمهوری اسلامی، نیروهای نظامی هم صادقه، به استثنای نیروی موشکی که ایران در طول 10 سال گذشته اون رو رشد داده، ولی بدون تجهیز این نیروی موشکی به سلاح‌های کشتار جمعی، هدفی که جمهوری اسلامی تعقیب می‌کرد، یک سلاح تاکتیکی است. بنابراین در مقابل یک هجوم گسترده نظامی، به خصوص از طرف یک قدرت بزرگ جهانی نظیر آمریکا، این بضاعت، بضاعت دفاع پذیری نیست. ولی نکته ای که وجود داره این است که همه این عوامل به خصوص نظامی ها وزیر خارجه جمهوری اسلامی رو به نادانی متهم میکنن. شما مجسم بکنید که یک کسی دیپلماسی یک کشوری رو باید رهبری بکنه، بنابراین به تمام مجموعه اطلاعات نظامی و سیاسی بایستی اشراف داشته باشه، بایستی ارتباط تنگاتنگ با مراکز دفاعی و نظامی داشته باشه. یعنی شما تصور بکنید وزیر خارجه آمریکا آقای کری اظهار نظری میکنه در مورد نقل و انتقالات، در مورد بضاعت نظامی، در مورد قرارداد دفاعی با مثلا افغانستان برای حضور یا غیبت، و آقای هیگل وزیر دفاع میاد میگه که نه، آقای کری نفهمه و نمیدونه که ما چی داریم و چی نداریم. این آیا واقعا حقارت و خنده‌دار بودن و ناهماهنگی و نابسامانی در درون حاکمیت جمهوری اسلامی رو نمیرسونه؟ و اگر واقعا وزیر خارجه به بضاعت دفاعی و نظامی کشور خودش اشراف نداره، مردم ایران چطور باید به این بضاعت تکیه بکنن، بتونن واقعا دلخوش از این باشن یا دلگرم از این باشن که این سیستم مورد ادعای آقای جعفری یا آقای نقدی قابل اعتناس، چیزی که وزیر خارجه از اون بی‌اطلاع هست، مردم چطور بایستی از اون مطلع باشن؟ این نشون میده که یا در نظام دروغگویی مطلق حاکم هست و یا ناهماهنگی و یا حداقل از هم گسیختگی، که هیچ نظام متعارفی دیگر دنیا نمیتونه چنین شکلی از حاکمیت رو عرضه بکنه.
خب اشاره آقای دکتر تغیزاده به فتلیشاد، این بیت کامل من یادم نیست، اما همین هست که فتلیشاد در جنگ با روس روی میز میره و بادمجون‌های دور قاب، بادمجون دور قاب شینا هم اطرافش و شمشیرش میکشه که دست به غلاف میبره که کشم شمشیر مینایی که دود از پتر برخیزد. پترزبورگ بود، تزار در اونجا بود، زنم بر فرق پتروویچ فرمانده سپاه روس بود که تزار از پتر بگریزد، هم چیزی. و اونا پامنبری ها میگفتن که نکش نکش که جهان زیر و رو خواهد شد. چون این بود. البته اون شمشیر الان در موزه آرمیتاژ هست، آقای تغیزاده بهتر خبر داره، شمشیر فتلیش. اگر اجازه بدید آقای چارلنگی بپردازیم به بخش دیگری از همین مسئله که شما مطرح کردید، یعنی واکنش ها یا هضم این توصیه آقای خامنه ای در مورد مداخله نکردن سپاه در امور سیاسی. همین اگه مختصر بفرمایید ممنونتون میشم، اتفاقا مورد پرسش بود، چون کوتاه اگه بفرمایید ممنونتون میشم. من فکرم میخوایم بپردازیم به فتلیشا بیشتر. بفرمایید. طبیعتا همه به یاد ما هست که آقای خامنه‌ای در شروع کار دولت آقای روحانی و با پیشبینی اینکه راستگرایان و نظامی ها و امنیتی ها ممکن است چوب لای چرخ حضرت ایشون و دولت ایشون بگذارند و با این تصور که به هر حال اقتصاد کشور بحرانی است و او تن داده به این سازش اتمی، سازشی که خود رهبران جمهوری اسلامی میگن نوشیدن جام زهر نیست ولی فتح الفتوح هم نیست، ولی به هر حال نیازی است که انتظار میره جمهوری اسلامی را از بحران فعلی به نوعی نجات بده. آقای خامنه‌ای انتظار داشت که چوب لای چرخ این مذاکرات گذاشته نشه و توصیه کرد به نظامی ها که در امور سیاسی دخالت نکنند. این تحمل شاید چند روزی بیشتر عمر نکرد. حالا نه تنها ما مداخلات سپاه رو در امور سیاسی به صورت کامل میبینیم، اونها با توضیحات و دلایل روشن تأکید میکنن که این حوزه اختیار اونهاست. دیروز به عنوان دو آخرین اظهار نظر آقای جعفری فرمانده سپاه اعلام کرد که محدوده مسئولیت‌های ما به دفاع و کارهای امنیتی ختم نمیشه و این ناآگاهی و بلاهته. اگر بگیریم این قضیه رو به عنوان یک اصل که در زمینه‌های سیاسی ما آسیب پذیری نداریم و سپاه مسئول پرداختن به این آسیب‌ها نیست، و حرفای امروز آقای نقدی بسیجی دیگری که به عنوان فرمانده اظهار میکنه، اظهار نظر میکنه که دولت باید در فلسطین از انتخابات محلی استفاده بکنه، افکار عمومی رو در کشورهای مسلمان و کنفرانس اسلامی جلب بکنه و عملا در نقش وزیر خارجه دولت ظاهر میشه و به حاکمیت توصیه میکنه چیکار باید نکنه. واقعا اگر اینها مداخلات سیاسی نیست که از زبان عوامل نظامی بیرون میاد، به چه چیزی میشه لقب مداخله سیاسی داد؟ سپاسگزار هستیم آقای دکتر رضا تغیزاده گرامی، با سپاس بسیار از شما و امیدواریم در برنامه‌های دیگه با من و بینندگان تفسیر خبر باشید. با سپاس. ایام شما خوش. روزگار بر شما خوش. در ایران آنگونه که نهادهای بین المللی حقوق بشر میگویند تعداد اعدام‌ها نه تنها رو به افزایش گذاشته است، بلکه به طور بی سابقه ای نسبت به کشورهای دیگر مانند چین افزایش یافته. 7 نفر دیگر در رجایی شهر اعدام شدند، زندان رجایی شهر. همچنین فشار بر زندانیان سیاسی افزایش یافته است. همزمان با آیت الله کاظمینی بروجردی که وضعیت وخیم جسمانی دارد و حسین رونقی، اعتصاب قضای مهندس هوتن دولتی ادامه دارد، وارد دومین هفته خود شده است. دولت حسن روحانی چه برنامه‌ای برای پیشگیری از ادامه نقض حقوق بشر در ایران دارد؟ تا لحظات دیگر آقای حسن شریعت مداری تحلیلگر سیاسی با من و شما خواهند بود در تفسیر خبر.
با من و شما هستن آقای حسن شریعت مداری عزیز در آلمان هامبورگ. به ایشون خوش آمد میگیم. سلام به شما. من هم سلام دارم خدمت شما و همه بینندگان و شنوندگان عزیز. آقای شریعت مداری عزیز، ببینید دامنه اختلافات به نظر میرسه رو به گسترش گذاشته در جمهوری اسلامی. تعداد دفعاتی که تذکر داده شده به دولت آقای حسن روحانی، گفتن بیشتر از هر دوره بوده، یک. و دوم، واکنش هایی که نسبت به آقای صحبت های محمد جواد ظریف وزیر خارجه حجت الاسلام روحانی شده نسبت به جزیره ابو موسی، و بعد بحثایی که آقای عزیز آقای جعفری فرمانده سپاه درباره نقش سپاه در عرصه سیاسی و برخلاف حرفای آقای خامنه ای اونچه که گفته، اینها رو در مجموع وقتی الان نگاه میکنید، بعد از بیش از 100 روز از دولت روحانی، صحنه سیاسی جمهوری اسلامی رو امروز چطور میبینید؟ خب آقای روحانی به تدریج که دولتش قوت میگیره شروع کرده در وزارتخانه‌های مختلف به یک سری اصلاحات اقتصادی پایه‌ای مانند کوتاه کردن دست شرکت‌های پیمانکار سپاه از صنایع نفت و گاز و انرژی، و همچنین عزل و نسب‌هایی در وزارتخانه‌های مختلف که بانک‌های قدرت مختلف رو تحت تأثیر قرار داده. این بانک‌های قدرت فعالیت خودشون رو شروع کردن و سپاه هم به همچنین خب مجلسی که فعلا هست، مجلس دست نشانده آقای خامنه‌ای، سپاه و بانک‌های امنیتی است و مردم در انتخاب این نمایندگان نقش بسیار اندکی داشتند یا نداشتند. بنابراین به مجردی که به منافع این گروه ها حتی اگر عملا هم لطمه ای وارد نمیاد، ولی جهت اصلاحات به سوی است که اینها منافع رو به خطر میبینند، از طریق مجلس هم علاوه بر عملیات دیگری که انجام میدن شروع میکنن به کارشکنی در راه روحانی. مثلا فرض بفرمایید که وقتی وزیر اقتصاد، وزیر صنایع آقای نعمت‌زاده شروع میکنه پیمانکارها رو عوض کردن، خب مجلس آقای نعمت‌زاده رو میخواد استیضاح بده. تعداد سوالات از دولت آقای روحانی بیش از هر موقعی است. آقای روحانی هم از یک سو پایگاه مردمی رو که بهش رأی دادن باشون اتصال نداره، از اتصال به اونها به شدت اجتناب میکنه به خاطر اینکه میترسه که این نزدیکی به مردم باعث دوری آقای خامنه‌ای ازشون بشه. از یک سو بانک‌های امنیتی قدیمی که با ایشون مربوطن قدرت چندانی ندارن که در مقابل جوانترهایی که در سپاه و نیروهای امنیتی هستن و منافع گروه‌های رانتی که در خطر هست مقاومت زیادی بود. ایشون در بودجه سهم سپاه رو زیاد نگه داشت، ولی با این وجود حتی این بالا نگه داشتن سهم سپاه در بودجه، در بودجه‌ای که خود مغرور است و مقدار زیادی هم انقباضی است، هیچ کمکی به این تحکیم مودت یا کمتر شدن مزاحمت نکرد. من فکر میکنم که ایشون روزهای سختی در پیش دارند و اگر بخواهد جدی اصلاحات ساختاری در هر حوزه‌ای که فکر کنید پیش ببره، مخاصمین و معاندین زیادی خواهد داشت. و اینکه آقای خامنه‌ای تا نهایت از ایشان پشتیبانی کنه، خود ایشون هم در این مورد حتما تذکر جدی. آقای شریعت، ببینید اشاره شما کردید به اینکه ابا داره یا ملاحظه داره از اینکه آقای روحانی تکیه کنه به سمت مردمی که بهش رأی داد. این یک نکته. نکته دوم این که آقای روحانی آنچه که شواهد نشون میده به هر حال مرتبط هست با آقای رفسنجانی،
و آقای رفسنجانی هم اون چی که گزارش های منتشر شده مستند هست، یکی از سردمداران وضعیت یعنی روندها یا جریانات اقتصادی در ایران هست. از این دو سه نکته این سوال برمیاد که آیا دعوا یا جنگ یا تلاش آقای روحانی یا هر چی که هست در برابر مافیای اقتصادی سپاه پاسداران جنبه به سود مردم داره یا نه اختلاف بین دو باند اقتصادی هست، یعنی دو گروه اقتصادی هست که یک سرش از این ور آقای رفسنجانی و بقیه میرسه، یک سر هم این ور سپاه هستن و دسته های دیگه ای که اینا با هم اختلاف مالی دارن یا اختلاف منافع یا هر چی که هست. ببینید، چیزی که تا کنون در ایران به عنوان تئوری اقتصادی بدیل مطرح شده، اون چی بوده که در دوره آقای رفسنجانی به عنوان سیاست تعدیل اقتصادی و به قول خودشون سیاست توسعه آمرانه مطرح شده و منظور آقای رفسنجانی در این دوره، در اون دوره این بوده که خودیهایی رو که به ایشون نزدیکن بتواند در رأس مؤسسات بخش خصوصی قرار، یعنی در حقیقت اون که در نظر آقای روحانی هم احتمال هست ولی هنوز نمیدانیم چیست، این است که یک محبته زرگیر یا بافرزون درست کنند که در اون مؤسسات اقتصادی به وجود بیاد که نیمی خصوصی و مدیریت دولتی داشته باشن، چیزهایی که اکنون هم وجود داره منتها مدیریت بیشتر دست سپاه و یک حالت دوزیستی داشته باشن، نه دولتی باشن و نه خصوصی و در دست خودی ها باشن. به نظر میاد که سیستم مورد نظر اقتصادیشون هم از این حد فراتر نمیره، یعنی لیبرالیسم اقتصادی ایشون یک نوع اقتصاد آزاد در دست نخبگان نزدیک به طرز فکر خودشون یا بخشی از جمهوری اسلامی. ولی اینکه آیا دقیقاً این هست یا نه، چون آقای روحانی در این مورد چیزی کسبی حداقل ندارند و آقای طیب نیا هم که وزیر اقتصادشونه چیز زیادی نگفتن یا ننوشتن، حس دقیقی نمیتونم بدونم. یعنی اینکه لزوم نیست شاید که نوشته باشن، اینکه سابقه افرادی که الان در دولت آقای روحانی هستن، حمایت آقای رفسنجانی از آقای روحانی چیزی که پنهان نبوده، بیشتر کسایی که در اطراف آقای روحانی هستن سابقه کارشون یا در دولت خاتمی یا به طور غیر مستقیم در دولت‌های آقای رفسنجانی بود. بله، از یک سو سابقه نشون میده که قاعدتاً این بار هم شما حق دارید و اونطور بشه، از سوی دیگر در حقیقت اقتصاد ناکارآمد فعلی اگر واقعاً اصلاحات ساختاری نشه و در اون دانش فنی، تکنولوژی و سرمایه تزریق نشه، در دست خودی‌ها، حتی خودی‌های نزدیک آقای رفسنجانی هم قابل پیشبرد نیست. این که بین عقل و منافع و سابقه کدام یک طلب خواهد کرد باید دید، ولی به حکم سابقه حکم شما صحیح میگید. آقای شریعتم نگیرم دوستت، این نکته این هستش که ببینید در این ساختاری که وجود داره به هر حال روحانیت هست که حکومت میکنه، یا آقای خامنه ای روحانی هست، ایشون هیچ دوره مرجعیتی رو هم اونطور که تا به حال منتشر شده نداشته، یا صلاحیت مرجعیت رو در دوره های پیشین نداشته، یعنی تا چند دقیقه الان حرفی رو امروز منتشر شده همین پنجشنبه از آیت الله مصباح یزدی که میدونیم حامی آقای احمد نژاد بود، بعدها ظاهرا تغییر موضع داد یا چی، این حرف رو زده که حکم ولی فقیه بالاتر از احکام مراجع است. این حرف تا چه اندازه پایه درستی داره در میان شیعه، در میان روحانیت شیعه، ساختار روحانیت شیعه که تا بوده دست کم در از زمان تأسیس حوزه همیشه مرجعیت بوده که در زمینه شهر بالاترین حرف رو میزن. اصولاً مرجعیت شیعه ولی فقیهی با خصوصیات جمهوری اسلامی
نمیشناسه. یعنی فقه سنتی این توسعه یدی برای ولی فقیه قائل نبود. اما ولی فقیهی که مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی است اصولا جایی برای مراجع نمیگذاره. یعنی در نظام حکومتی فعلی مراجع حداکثر مفسر یا مشاور نظام قضایی و نظام تقنینی قانونی هستند و آرایشون مگر در مورد بعضی موقع قتل‌ها آن هم از کسانی که مرجع نبودن خود استناد قرار نگرد. بنابراین این حرف آقای مصباحی عزیزی با واقعیت موضوع بیشتر همخوانی داره. مراجع به نوعی در نظام قانونی حتی مراجع وابسته هم تحمل میشن و آراء اونها به عنوان تفسیر قوانین یا کمک به گذراندن قوانینی که حکومت میخواد مورد استفاده قرار میگیره و تأثیر به ذات و مستقلی در نظام جمهوری اسلامی نداشته. ببینید در یک سایت وابسته به ایشون هم البته اومده بی باک نیوز خبری رو منتشر کرده که میگه که باندهای زالو صفت در سپاه و بسیج به اسم جنگ نرم اقتصاد ایران رو مورد حیف و میل قرار داده. این یک نقطه است برای در این جنگی که از بین دو جناح حکومت فقیه در ایران. برای بینندگان من توضیح دادم، مطمئن هستم آقای شریعت مداری اخبار رو به دقت زیر نظر دارید. آقای شریعت مداری گرامی، ببینید در یه همچین وضعیت، خب اگه قرار ولی فقیه مسئول باشه از اول تا آخر، چون من داشتم برنامه رو میدیدم که ایشون داشتن توصیه میکردن به یک عده‌ای که برید و این بازی های الک دولک با همین لفظ و اون بازی لیلی اینها رو به بچه ها یاد بدین، اینها رو ترویج کنید، ایشون تا این حدم توصیه میکنن و حکم میدن. خب مسئولیت های دیگه من متوجه ایشون نیست. خود الان دبیر کل ستاد مبارز با مواد مخدر گفته دست کم 6 میلیون ایرانی درگیر اعتیاد هستن. بله، طبق اصل 110 قانون اساسی و اصول مربوطه با آن، اختیارات ولی فقیه به قدری زیاده که تقریبا مسئولیت اگر متناسب با اختیار فرض بشه همه مسئولیت های خوب و بد این نظام از آن ایشان است و اگر این نظام را یک نظامی با گذشته سیاه بدانیم حداقل در 20 چند سال اخیر همه مسئولیت ها از لحاظ حقوقی متوجه آقای خامنه ای است. ولی کیست که نداند که سیاست های ایشان در 20 چند سال اخیر باعث به وجود آمدن حاله ای از رانتکاران، شرکت های متعلق به سپاه و سازمان های امنیتی و ساختارهای متعلق به اون شده که هر کدام از اونها هم منافع خاص خودشون رو دارن و اگر حتی ایشان در مواردی بخواهد که تعدیل هایی رو به وجود بیاره در مقابل خود ایشان هم مقاومت خواهند. این چیزیست که شخص خود ایشون هم میداند ولی خودکرده را تدبیر نیست. 20 چند سال است که شاخ و برگ داده به کسانی که اکنون درخت ستبری از فساد و رانتکاری شدند و در مقابل هر اصلاحی، ولو اینکه خود ایشان هم عقلا تشخیص بده که اگر این اصلاح نشه خود ایشون هم در خطر خواهد بود، مقاومت خواهد. بله، این رقم 6 میلیون دست کم که آمار دیگه میگه بیشتر هست. اگر حتی 1 گرم، من نمیدونم مواد مخدر چجوری کدومش گرم و کدومش سانته، بعضی وقتا میگن یا هرچه، 1 گرم باشه دست کم روزانه میشه که مصرف روزانه 6 تن میشه. 6 تن سالنگی در مملکتی که یک اعلامیه رو وقتی پخش میکنن طرف رو میگیرن، طرف را کارگری را میگیرن که در وبسایت چیزی نوشت. آقای ریگی رو به قول آقای مطهری در هوا میروایند، ورود 6 تن مواد مخدر در روز به ایران بدون در دست داشتن باندهای از سپاه و نیروهای امنیتی در ورود اون به کشور غیر ممکنه. دعوایی که امروز از سیستان و بلوچستانه بیش از اون که جنبه مذهبی یا جنبه اثنیک داشته باشه، دعوا بر سر
این است که سپاه پاسداران حتی مواد مخدر را از دست قاچاقچیان حرفه‌ای اون هم رو بوده. بنابراین باید واقعا فکری به حال این مملکت کرد که این جوانان بیچاره از یک طرف اسیر نیروهای امنیتی هستند و زندگی شخصشون به باد رفته، از یک طرف به وسیله همین نیروها به این سرنوشت شوم دچار میشن و از تو نیستشان را مواد مخدر و غارت میشن. صحبت زندانیان شد. آقای مسعود کردپور معلم گرامی که همراه برادرش خسرو در زندان هست، این نامه سرگشاده به رؤسای سه قوه ولایت فرستاده، ولایت فقیه، حکومت ولایت فقیه، از جمله خطاب به رئیس قاضی قانون، رئیس قوه قضاییه، یکی از لاریجانی های متعدد گفته که متاسفانه داشتن این کتاب قانون اساسی در زندان مآباد ممنوع است و علاوه حتی کتاب قانون اساسی جمهوری است و علارغم درخواست های مکرر این جانب برای دریافت کتاب قانون اساسی نتوانستم اون را به دست بیاورم. انگار ادعی در این منطقه تلاش میکنن که مردم از حد اقل حقوق قانونی خودشان بی اطلاع باشن و قانون ستیزی را رمز ماندگاری در قدرت و ثروت و به دست آوردن حقوقهای میلیونی خود میدانند. این توصیف دقیق همین شرایط نیست آقای شریعت مداری؟ بله کاملا. من از بیشتر کسانی که زندان بودن شنیدم که در اولین بازجویی بازجو بهشون گفته که اینجا دم از قانون نزنید، از خدا و پیغمبر هم صحبت نکنید، اینجا قانون و خدا و پیغمبر و همه چیز من هست، فقط اطاعت کنید و اون چیزی که میگم انجام بدید تا بلکه بتوانید از این جهنمی که گرفتار اون شدید نجات پیدا کنید. من البته از یک زندانی سیاسی که شخص محترم مسلمان مؤمنی بود شنیدم که وقتی کتک میخورد توصیه کرد، قسم داد شکنجه‌گر رو، تو رو به آبروی فاطمه زهرا نزن، و وقتی که اون شکنجه‌گر فحاشی شروع کرد به دختر پیامبر اسلام، این شخص برای من میگو گفت من اونجا فرو ریختم دیگه، نفهمیدم با کیا طرف هستم، چون تا قبلش فکر میکردم دو تا استنباط مختلف هست از اسلام، اون جوره دیگه در یه جایی توافق داریم، دختر پیامبر اسلام محترم هست برای تمام فرق اسلامی، ولی وقتی فحاشی کرد که من موندم، این حرفی بود که ایشون زده. الانم در زندان آقای شریعت مداری زندانیان بسیاری هستن، حسین رونقی وضعیت جسمانی بسیار بدی داره، آقای کاظمینی بروجردی همینطور، ارژنگ داوودی مدت‌های مدیدیست که وضعیت بدی داره و و و بخوایی بشمانی متاسفانه بسیار زیاد فهرست، و به تازگی هم آقای مهندس هوتن دولتی، ایشون هم وضعیت قلب بیماری داره که ظاهرا خبرهایی که منتشر شده بود به بیمارستان نمیبرن، دست به اعتصاب قضا میزن. اینها چه ارتباطی پیدا میکنه با شناخت عمومی که مردم توسط روحانیون شیعه از خلفا داشتن، از امام اول شیعیان که میگفت حتی به قاتل من اسیر شما هست، شاعر بزرگ ایران آذربایجان، آذربایجان ایران آقای شهریار گفت با اسیر مدارا کنین، مبادا ضربه ایش بزنین، مبادا فلان. چه ارتباطی هست نوع این رفتار با زندانیان با اون چیزی که خود همین روحانیت به مردم گفته درباره امام اول شیعه؟ بله متاسفانه هیچ بارقه ای از اخلاق، دین و هر چیزی که میتواند مقداری ترمز در برابر این وحشیت و بربریت و بهیمیت باشه از بین رفته. متاسفانه روحانیت ما ذکر مناقب و مظالمی را میکند که 1000 خورده سال از عمرمون میگذره، 1400 سالی از عمرمون میگذره، و ظلم های موجود رو و وظایف موجود خودش رو در برابر اونها فراموش میکنه. از علی اصغری میگوید که 6 ماهه در صحرای کربلا به دست ظالمان به قتل رسیده، ولی این همه نوجوانان، کودکان، نوباوگان، کودکان کار، زندانیان سیاسی را که در اثر این ظلم‌ها از بین میرن اصلا مثل اینکه وجود ندارد.
مثل اینکه در یک فضای دیگری زندگی میکنند که همچنون 1400 سال با وجود این گردین گذاشته برای اونها تازه تر از فضایی که اکنون در اون نفس میکشند و هیچ کدام از این مظالم رو نمیکنند. اگر روحانیت بر این منوال ادامه بده، ما بقی احترام اندکی را هم که حتی به نیکنامان اونها مونده از دست خواهد داد، زیرا نیکنامی که خرج مردم نشه و نیکنامی که زکات آن پرداخته نشه که پرداختن به ظلم های جمعشون میشه، در حقیقت با بدنامی جز در پندار فاصله نخواهد داشت. و حتی وارستگان و نیکنامانی که امروز بی تفاوت از کنار این همه ظلم بگذارن، در قضاوت مردم فرقی با دیگران نخواهد. دولت حسن روحانی واقعا از نظر شرعی حتی چه وظیفه‌ای در برابر این وضعیت داره؟ چون چه ادعا میکنه، هرچند انتظار زیادی نمیشه داشت برای اینکه آقای حسن روحانی هم جزء ارکان این نظام بوده سالها یا جزء افراد این نظام، اما شرایطی که الان به وجود اومده و همه میدونن، خود ایشون هم میدونن که راههایی هست که دیگه از سر ناچاری هم شده باید بره، الان چه راهی رو باید بره این دولت؟ اولا خب من به آقای روحانی وظیفه شرعی قائل نیستم، کلی ما زحمت میکشیم که دین از دولت جدا بشه و بنابراین رئیس جمهور حداقل اجازه بدید وظیفه شرعی نداشته باشه. ولی برایشون روحانی هست، عمامه روحانیت بر سرش هست. بله. و رئیس جمهوری اسلامی است. به عنوان یک رئیس جمهور ایشون باید مجری قانون اساسی باشه. ایشون منشور حقوق شهروندی بیرون داده که در حقیقت خود میداند که در بسیاری از بخشهای اون قادر به اجرای اون نیست، ولی در بسیاری از بخشهای دیگر دولت میتواند مجری این حقوق شهروندی باشه. دولت حتی شروع نکرده در بخشهایی که مالک و رقاب هست و دیگران مزاحمش نیستن، به همان منشوری که خود آقای روحانی به عنوان حقوق شهروندی داده و البته خیلی ناقصه، خیلی ایراد داره و اصولا معلوم نیست چرا بیرون داده شده، در اون بخش ها هم به این حقوق شهروندی عمل نمی کنه. دولت وزیر ارتباطات وزیر ایشون هست. دولت هنوز فضای مجازی را بر روی مردم نگشوده. وزارت کشور زیر دست ایشون هست و ضابطین قوه قضاییه جزئی از وزارت کشورند، همچنان خودسرانه میگیرند و میبرند. سپاه نیروهای موازیش همچنان عمل میکنه و ایشون هیچ در حقیقت اقدامی در این زمینه نمیکنه. مردم خواهند پرسید که آیا این یک مانور انتخاباتی نیست؟ در حقیقت بیرون دادن منشوری که شما به عنوان دولت به عنوان طرح قانونی باید اون رو میدادید در مجلس قانون میشد. منظوری که بسیاری از مواد اون قبلا تصویب شده، هرچند که خب نواقص زیاد داره. آیا شما در منظوری که بیرون میدید همه اونها رو موکول به مطابقت با قوانینی میکنید که خودتون میدونید ضد حقوق شهروندی؟ در صورتی که آقای روحانی به عنوان حقوقدان خوب میداند که این قوانین است که باید با حقوق شهروندی تصویب کنه. قانونی که با حقوق شهروندی تطبیق نکنه اصولا قانون نیست و به عبث تدوین شده. بنابراین معلق کردن حقوق شهروندی به قوانین ظالمانهی که در اون قصاص، نفی بلد، مسله کردن مردم، سنگسار و همه اینها به رسمیت شناخته شده و حقوق سیاسی اصولا در اون تعریف نشده و تجمع بیش از دو نفر قانوناً جرمه، در حقیقت یک شوخی با مردم بیشتر نیست. سپاسگزار هستیم آقای حسن شریعت مداری گرامی. با سپاس بسیار که با من و تماشاگران تفسیر خبر بود. خواهش با امید به دیداری دیگر، برنامه دیگر. پی میگیریم تفسیر خبر رو از شبکه تلویزیونی ایران فردا. نگاهی خواهیم انداخت به آخرین تحولات در سیاست کانادا در برابر نقض حقوق بشر در ایران. کانادا در میان کشورهای غربی
تنها کشوری است که به صراحت و روشنی نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرده است و همچنین اظهار بی‌اعتمادی نسبت به ادامه برنامه جمهوری اسلامی. تا لحظات دیگر در این زمینه با میهمان برنامه گفتگو خواهیم کرد. آقای طه حسنیانی، روزنامه‌نگار در تورنتو. تا لحظاتی دیگر. میهمان برنامه ما در این دقایق برنامه تفسیر خبر آقای طه حسنیانی هستند در تورنتو، روزنامه نگار که در عرصه حقوق بشر گزارش های متعددی منتشر کردند و در عرصه های دیگر دارای فعالیت گسترده رسانه‌ای هستند در آمریکای شمالی. در دور پیشین تفسیر خبر میهمان ما بودن، این نخستین بار هست در دور جدید تفسیر خبر در ایران فردا با من و شما هستن. به اتفاق شما به ایشون خوش آمد میگیم. خوش آمدید. تشکر میکنم جناب آقای چالنگی، درود بر شما و همچنین درود بر بینندگان بسیار عزیز برنامه تفسیر خبر. خوشحالم که در خدمت شما هستم. آقای حسنیانی، در مورد کانادا در برابر نقض حقوق بشر در ایران همواره گفته شده که تنها کشوریش در میان کشورهای غربی که موضع روشن و خیلی قاطع در مورد در این زمینه داشته. بله درسته. در واقع جناب آقای چالنگی، دولت کانادا از در واقع شاخص‌ترین کشورهای غربیه که در پیوند با حکومت جمهوری اسلامی واکنش خیلی محکمی از خودش نشون داده، خصوصا در حوزه حقوق بشر. همونطور که در جریان هستید و احتمال زیاد بینندگان عزیز ما هم همینطور، بعد از قتل خانم زهرا کاظمی در سال 2003 که توسط مسئولین جمهوری اسلامی در ایران در تهران در واقع ایشون به قتل رسیدن، روابط کانادا و دولت جمهوری اسلامی در واقع به سردی گرایی. متعاقب اون قطعنامه‌های مختلفی رو دولت کانادا در پیوند با وضعیت حقوق بشر در ایران تکمیل کرد و همچنین با بسیاری از قربانیان که در کانادا زندگی میکنن، ایرانیانی که قربانی خشونت بودن و در کانادا زندگی میکنن، با اینها دیدار و صحبت‌های زیادی داشتن. کلن این گزارش ها رو در واقع به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل منتقل کردن، لایحه‌ای رو در واقع در طول این سالها تنظیم کردن و اینها کوشش هایی بوده یا فعالیت هایی بوده که دولت کانادا در پیوند با نقض حقوق بشر در ایران داشته در حمایت از مردم ایران و قربانیانی که این رژیم در واقع داشته و اینها چه در داخل و چه در خارج الان زندگی میکنند. نکته این هستش که خیلی این انتقاد رو هم در این حال به کانادا دارن یا این نظر یا پرسش یا هرچه که هست که از طرفی کانادا نقض حقوق بشر در ایران رو محکوم میکنه، از طرف دیگه اما کانادا در حال خودش رو توی دست کم دو دهه باز کرده بود کمتر یا بیشتر به روی کارگزاران جمهوری اسلامی. برخی از کارگزاران جمهوری اسلامی با سرمایه کلان اومدن وارد کانادا شدن، سرمایه گذاری کردن، اقامت گرفتن و بعداً حتی شهروند این کشور هم شدن. این رو در چشم بعضی ها یک تناقض دیده میشه. توضیحات و تفسیر شما رو میشنویم برای روشن شدن. ما باید به در واقع روند رابطه دیپلماتیک دولت ایران با کانادا به باور من نگاه بکنیم.
روابط دیپلماتیک دو کشور در واقع به گذشته دور برمیگرده، از سال 1955. خب مسلما در نظام پیشین سطح روابط دو کشور ارتقا پیدا کرد و روابط دیپلماتیک در سطح بالایی بود و همچنین ارتباطات اقتصادی و همکاری‌های در این حوزه. بعد از انقلاب در واقع متعاقب گرفتن سفارت آمریکا توسط اینکه معروف از به دانشجویان پیرو خط امام و همچنین کمک دولت کانادا در رهایی دادن تعدادی از دیپلمات‌های آمریکایی در اون دوره، مسلماً دچار فراز و فرود شد رابطه دیپلماتیک دولت کانادا با جمهوری اسلامی. در همین به اصطلاح روند مسلماً فراز و فرودهایی بوده. این که شما اشاره فرمودید در واقع افرادی به کانادا آمدند با هر حال پولهای کلانی، بله این درسته، چون که کانادا کشوری مهاجرپذیر هست و افراد میتونن از طریق سرمایه گذاری یا تخصصی یا پناهندگی به کانادا بیان. کانادا در یک دوره‌ای در واقع به این توجه کافی نداشت، علارغم اینکه ایرانیانی که در کانادا زندگی میکنن به دولت کانادا و به وزارت امور خارجه، به اداره مهاجرت یا ایمیگریشن این کشور به هر حال هشدارهایی میدادند که افرادی دارن به این کشور وارد میشن که اینها در واقع در ارتباط مستقیم با مسئولین حکومت بودن یا به هر حال دستی در چپاول و هیپومیل کردن اموال مردم ایران دارن. این در واقع شکوه و گلایه و به هر حال گزارش هایی که ایرانی ها می دادن بالاخره در طول تقریبا میتونم بگم چند سال اخیر جواب داد و کانادا کوشش کرد که این رو مهار بکنه یا کنترل بکنه، یعنی کنترل بیشتری برای ورود پولهایی که منشأش به اصطلاح مشروعیت نداره بر اساس قوانین کانادا. بله درسته. در این ارتباط مخصوصا میخواستم اشاره بکنم آقای چالنگی که بسیار کوشش کرد دولت کانادا تا حدی که متاسفانه دورش به چشم بعضی از هموطنان ما هم در اینجا رفت، حتی کار به جایی رسید که بعضی از حساب ها رو در واقع اداری از بانک های کانادایی حساب هموطنان ما رو فریز کردن و در واقع مبادلات پولی که بین هموطنان ما با ایران صورت میگیره و بعضا خانواده هایی هستن که به هر حال کمک میکنن یا به دلایل مختلف پول حواله میکنن، حتی اینها دچار مشکل شدن. صراف های زحمتکش ایرانی که اینجا به هر حال فعالیت میکنن، اینها همچنین دچار خیلی از مشکلات شدن و در انتقال دادن حواله های مردم یا از اون طرف در واقع همینطور. مجموعاً در واقع این در حوزه مسئله بازرگانی به گونه‌ای باید بگیم این مشکلات به وجود آمد و در واقع دولت کانادا کوشش کرد که مهار بکنه، منتها همونطور که عرض کردم تا حدی دودش به چشم هموطنان ما یا صاحبان مشاغل هم رفت. در حوزه در این زمینه آیا اصطلاحی که به کار میبرید دودش به چشم هموطنانی که در این مسائل دخالت نداشتن هم رفته، آیا در مورد ویزاهای جدید پذیرفتن مهاجران تازه از ایران هم باز دودش به چشم کسانی که دستی در این حکومت نداشتن هم رفته مردم عادی، یا نه اونا رو با دقت متوجه هستن این ایشون مهندس یا پزشک یا هر چه که هست طالب مهاجرت به کانادا؟ بله آقای چالنگی، بعد از قطع روابط دیپلماتیک در ماه دسامبر سال گذشته که دولت کانادا در واقع همونطور که خبر دارید رابطه دیپلماتیک یا روابط دیپلماتیک با حکومت جمهوری اسلامی را قطع کرد، مسلماً کسانی که در نوبت بودند که مصاحبه بکنند با توجه به اینکه دیگه نمایندگی دولت کانادا در تهران وجود نداشت، خب اینها دچار مشکل شدن و از طرف دیگه حفظ منافع ایران در کانادا هنوز هم مشخص نیست، منتها مال کانادا در تهران دولت ایتالیاست.
این یک مورد و در واقع موردی هم که شما اشاره فرمودید در ارتباط با هموطنانی که دارای تجاربی هستند و تصمیم دارند که مهاجرت بکنند، خب مسلماً این اقدامات شدیدتر شده و در واقع الان بیشتر دارن کنترل میکنن یا ازشون داکومنت یا مدارک بیشتری رو میخوان یا کسانی که آمدن به کانادا و دارن تقاضای در واقع شهروندی میکنن یا سیتیزنی میکنن، الان پروسش نسبت به سابق فرق کرده، سخت‌تر شده، طولانی‌تر شده، مواردی از این دست. بله، گفت گناه کرد در بل خواهنگری به ششتر زدندی سر مرسکری. سپاسگزار هستیم آقای طه حسنیانی، امیدواریم در برنامه‌های آینده نیز با من و بینندگان تفسیر خبر باشید. سپاس بسیار از شما. سپاسگزارم آقای چلنگی. به پایان این برنامه تفسیر خبر می‌رسیم. با ما در ارتباط باشین با برنامه خودتون تفسیر خبر از طریق آدرسی که روی صفحه می‌بینید و همینطور می‌تونید به وبسایت شبکه تلویزیونی ایران فردا مراجعه کنید. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، توچال، سند و سبلان، الوند، کوساران زاگرس، کوساران دنا، دراک و آسماری و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار بود.